سلام به همگی، امیدوارم که خوب و سلامت باشین. بازم مسعود هستم با معرفی فیلم. این بار نمیخوام یک فیلم معرفی، میخوام یک پکیج معرفی کنم، پکیجی از نامزدهای اسکار 2023 که داره تمام میشه. ما میریم وارد 2024 قرار بشیم و نامزدهای جدید معرفی بشن. تو این فیلم های نامزد 2023 که ما گذشت، میخواستم یک یادآوری بکنم. اگر کدام فیلم میشن ندیدین حتما ببینید. من براتون میگم که فیلم ها در چه تمی هستن، کدومشون هنری تر است، کدومشون بینن عام پسند است، کدومشون میشه با خانواده نشست نگاه کرد، یک همچین چیزی. پس با اولین فیلمی که میخوام معرفی کنم، فیلم آواتار هست، به دلیل اینکه کارگردان آواتار یک آدم متفاوت هست، جیمز کامرون شد. اکثر شما بشناسین، یه آدمی است که ما از خیلی سالها میشناسیمش، مثلا از فیلم معروف‌ترین فیلمش که خودش پرفروش‌ترین فیلمش بود تایتانیک بود. تایتانیک وقتی ساختی تاریخ پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینما شد. و بعدش هم که خب ترمیناتور رو می‌شناسین، همون نابودگر، همه ما می‌شناسیم. فیلم‌های خیلی جذاب و پربیننده ساخته. و توی فیلمی تایتانیک وقتی پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینما شد، هیچ کس نتونست رکوردی رو بزنه تقریبا در حدود 20 سال. با فیلم آواتار رکورد خودش زد. یعنی آواتار 1 پرفروش‌تر از فیلم تایتانیک شد. و حالا بعد از چند سال، حالا ما آواتار 2 رو داریم. آواتار 2 داریم که یک فیلم کاملا متفاوت و دوست داشتنی هم. من پیشنهاد می‌کنم بریم ببینین. اگر ندیدین من بهتون تقریبا یک معلومات کلی میدم که یک فیلم در مورد همون سربازی بود که آمد با قرار بود با این آواتارها بجنگه و بعد حالا او خودش جزء این آواتارها شده. حالا خودش قرار از اون منطقه، از اون ساحت دفاع کنه در مقابل ما انسان‌های زمینی بسام. این حالا یک خانواده تشکیل داده اونجا، یک دنیای خیلی متفاوته، خیلی قشنگ. از ما یه فیلم هم پیشنهاد میکردم که حتی الان فکر نکنم بشه دیگه. من خودم در سینما 4DX دیدم، خیلی فضا قشنگ تر میشه. ما رو از این دنیا میبره یک دنیای دیگه. وقتی میره دوی دنیا دیگه، فقط تصویری نبینیم اون دنیای دیگه را، خودمونم در اون فضا قرار بگیریم. 4DX خاصیت خوبی داره که ما هم چوکی تمام میخوره، همون فضا و بو و آبی که پاش میشه، قشنگ ما تو فضا هستیم. این خیلی متفاوت میکنه، برای دیدن فیلم خیلی لذت بخش تر است. به اون خاطر من پیشنهاد میکنم که این فیلم آواتار اگه بتونیم 4DX، حتی کلا هر فیلمی که از این جیمز کامرون میاد 4DX قشنگ تره. مثلا من به زودی فیلم آواتار 3 میاد، آواتار 4 میاد، اینا رو با هم دیگه رفته فیلمش نشسته شده. آواتار 3 هم فیلم برداریش تمام شده و خوشبختانه ما یک سریال آواتار قرار ببینیم. متفاوت است، دوست داشتین بریم ببینین، لذت ببرید. Feet. She's so close. We cannot let you bring your war here. Water connects all things. Before your birth and after your death. I need you to be strong. فیلم بعدی که معرفی کنم، فیلم بنشین‌های انشیرین هست. اگه اشتباه نکنم اسم فیلم یکم سخت است، به خاطر اینکه اسم یک منطقه خیالی در ایرلند هست. به کارگردانی مارتین مکدونالد هست. این فیلم در مورد زندگی دو تا رفیق قدیمی هست که در یک جزیره با هم دیگه زندگی میکنن و بعد از چندین سال، 20 سال 30 سال رفاقتشون تصمیم میگیره که از دوستا میگه ما خب رفاقت ما تو بس دیگه، نمیخوام با تو رفیق باشم، یک همین چیزی که دنیا را برای اون رفیق دیگه سیاه میکنه. اون کلی خب تمام دنیاش کسی نداره، تو این جزیره هیچ کسی رو نداره جز این که با هم دیگه میشستن، همیشه بعد از اون یک بیری میخورن، قصه میکنن، همون هم دیگه تمام شده ازش. هیچ کسی دیگه، یک خواهر داره که اون خواهرم تو دنیای دیگه یه همش دنیای پیشرفت و در میخواد درس بخونه، پیشرفت کنه، به کار بکنه، یک دنیای متفاوتی نسبت به داره. یک مقدار اگه خیلی ساده تر بدم، یک مقدار آدم ساده گاگولی است ولی خیلی متفاوت. یعنی یک این اتفاق که جدایی از دوستش باعث میشه دنیا رو به هم بزنه، همون دنیایی که دارن، همون جزیره را. این با این
خشمش. یعنی آدم در کل فیلم راجع به یک تنهاییه در واقع، یعنی توی اون جزیره آدم‌های زندگی زیاد نمی‌کنن ولی همشون تنهان، همشون به نوبه تنهان. سه تا کاراکتری که در این فیلم کاراکتر اصلی هستن، یعنی دوتا کاراکتر اصلی هستن و یک دونه پسر بچه‌ای هست که در اون قریه هست، اون هم با پدرش زندگی می‌کنه ولی همون هم تنهاست، دنیای ای و پدرش هم کاملا تنهاست. خیلی فیلم قشنگ است، از جمله فیلمایی بود که من واقعا لذت بردم وقتی دیدم. فیلم قصه تنهایی است، یعنی وقتی که می‌بینی خودت احساس تنهایی میکنی، احساس میکنی که ای وای چقدر من تنهام، یعنی چقدر این آدم تنهاست. یا بعد بازی های اینا، چه بازی هایی کرده. این فیلم در چندین جشنواره رفته و همه جشنواره ها هر سه اینا نامزد بازیگری شدن، هر سه کاراکتر اینا نامزد بازیگری شدن که در خیلی جاها هم که جایزه هم گرفتن به اضافه این اسکار هم همچنین. به هر حال از فیلم هایی است که من واقعا خوش اومد، تم هنری داره واقعا قشنگ است. بریم ببینیم فیلم. I just don't like you no more. You liked me yesterday. 2 hours you spent talking to me about the things you found in your little donkey shite that day. Well, it wasn't me little donkey shite, it was me pony shite, which shows how much you were listening. I'll take those shears and I'll take one of my fingers off with them and I'll give that finger to you until I have no fingers left. Does this make things clearer to you? Fingers, I bet you. Going back to your own gang now, Paddy. And talking to me! I ain't going for any more of this madness. Just call it quits. We won't call it quits. We call it the start. فیلم بعدی که معرفی میکنم فیلم در جبهه غرب خبری نیست هست، به کارگردان ادواردو برگر، کسی است که فیلم مربوط جنگ است. اگه از جمله فیلم هایی که مثل فیلم سرباز رایان، نجات سرباز رایان، فیلم تم جنگی دارن. برین این فیلم ببینین. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اگر ندیدین، اگر به خاطر اینکه شروع داستان خیلی قشنگه، برای مثلا کلا داستان متفاوتی داره. شروع داستان توی مکتب، توی مدرسه، یا توی های اسکول بچه هایی هستن که دارن درس میخونن، معلمه بینار انگیزه میده که برین برای جنگ از کشورتون دفاع کنید. در واقع چون مقت زمان جنگ جهانی اول است که آلمان ها نیاز به نیروی جنگی دارن و دارن مردم ها را برای جنگ دعوت میکنن که از کشورشون دفاع کنن. بعد حالا بچه ها خب جنگ ندیدن تا به حال، خب همه دوست دارن برن آوا برم جنگ از کشور دفاع کنم، خیلی خیلی با شوق و ذوق متفاوت. بعد میان اینا ثبت نام میکنن، یکی از بچه‌ها زیر سن که قبول نمیشن، بعد این تلاش میکنن ببین چقدر این انگیزه است دیگه. بچه هم میرن سنش دروغ میگه، کلا کلک میزنن و میاد ثبت نام میکنن، بالاخره ثبت نام میشن. اینا میرن داخل پادگان یا همون جایی که سربازا رو بهشون لباس اینا میدن آماده میکنن برای بردن به جنگ. اینا میرن وارد اونجا که لباس میگیرن. به این سکانس خیلی برام جالب بود، وقتی لباس میگیرن نگاه میکنه روی تکی که روی لباس هست، نگاه میکنه اسم کس دیگه است، میگه ببخشید لباس کس دیگه است به من دادین. بعد اون نگاه میکنه میکنتش، میگه حالا لباس توه. این سکانس خیلی قشنگه. ببین یعنی چی؟ یعنی که این آدم قبلی که اون لباس پوشیده بود مرده، حالا لباس مال تو است، یعنی تو هم الان اسم خودت رو مینیسی، بعد کندمش به نفر بعدی. این لباس قراره تو هم قرار ببینی و لباس به نفر بعدی داده بشه. این خیلی قشنگ، این سکانس برای من خیلی جالب بود که بعد اینا باز هم خب یک تلنگری میخوره ولی باز هم خب میریم جنگ، حالا به هر حال میکشیم همه رو. میرن وارد شروع جنگ، میرن وارد دنیای اصطلاح خط مقدم جنگ میشن، با یک فضاهای روبرو میشن، اصلا شاخ در میرن. وای خدا، ببین این تصورات ما چی بود الان چی شد. به هر حال فیلم قشنگی است، فیلم تم جنگی داره. وقتی انجام بده چند تا بچه‌ای که وارد جنگ میشن چه اتفاقی براشون میفتن. در کل از جمله فیلمایی که فکر میکنم دیدنش بد نیست. میستر پال بایمر مشن نیش لوسلیگ ich hab Angst vor dem was kommt. Es ist vorbei. فیلم بعدی که معرفی میکنم به کارگردانی روبین استلووند هست، فیلم تریانگل آف سدنس هست، یعنی همون مثلث غم. فیلم خیلی متفاوت و خیلی دوست داشتنی، من خودم خوشم اومد. فیلم قشنگی است به دلیل اینکه قصه مال دنیای امروز هست، یعنی دنیای مود و فیشن و بچه هایی که میخوان فالوور زیاد داشته باشن، فالوور بیشتر باشه، بردی بیشتر داره، یک همچالتیه. البته
قصه شروعش ایه، از اینجا ما نشان میدیم یک پسر دختره که دوست پسر هستن، یک مدل هستن، دختره مدل جا افتاده، فالوور زیادی داره، پسر تلاش میکنه مدل بشه اما موفق، خیلی موفق نیست، به اون دلیل دیگه به هر حال خیلی سرخورده است نسبت به دختره، کم زره فضای چیزی نداره، مثلا نمیتونه خیلی استوارتر بگه من هستم، به اون خاطر یک مقداری بین نوع شکرابی هست، ولی به هر حال دوست دختر پسر هم دیگر دوست دارن. اینا از طریق همین اینکه مدل هست وارد یک کروز میشن، یک کشتی تفریحی میشن، مثلا یک چیز تیکت رایگان میگیرن گیرشن به خاطر مدل بودنشون. بعد حالا توی کروز که میشن یک اتفاق اصل قصه اینجا شروع میشه، چیزی رو همینجا شروع میشه که من نظر شخصی مست برداشتی که من از فیلم گردم این بود که در واقع اون کروز دنیای امروزی ما هاست، که رئیس یک کشتی یک آقای آمریکایی هست که مالک این کشتی است، ناخدای این کشتی است در واقع، بعد توی این کشتی یک پولدارای زیادی هست، یکی از خیلی پولدارا که از روس هست که فکر کنم الگاریش میگفتن چی از روسای پولدار میگفتن، پولدار کل کشتی، یکی از پولدارا خیلی پولدار روس هست و ناخدام که آمریکایی است، و توی این یک خدمه است که دستشویی رو تمیز میکنه و کارش همش کار میکنه، اون یک خانم چینیه که دنیا فیلم وقت ببینیم میفهمیم که همه چی برمیگرده زمانی میرسه که این خانم چینی سلطه است میکنه، ریاست میکنه سر همه و کنترل میکنه اینا. به هر حال قصه خیلی جالبی داره که از یک نشون میده که آدم ها در چرخش زمان یک نقطه‌ای که میرسن چه سوء استفاده هایی میکنن. این در کل قصه سیاسی تعلق داره. نگفتنم اون که می‌خواستم اون که معاون ناخدا یک ایرانی از ظاهرن، یعنی چون اسمش داریوش احتمالاً ایرانی است، یعنی یک همچی چیزی تقریباً طنز تلخ است سیاه و مقدار همه سیاسی داره، فکر می‌کنم قشنگ توی فیلم وقت ببینی خیلی نکته‌های جالبی را می‌تونیم کشف کنیم با صحبت‌های اینا، یعنی منظور فیلم خیلی قشنگی ساخته حرفه‌ای ولی تلنگرهای خیلی زیبای سیاسی زده توی فیلم. اینو به فیلم ببینیم، به نظر من فیلم قشنگی است. So it's a grumpy brand, yeah. Congratulations. Show me that Balenciaga look. Oh. Suddenly I'm dressed in something way less expensive. It's H&M. Yay! Balenciaga. And H&M. Balenciaga. I don't want to hear anybody saying no. It's always yes sir, yes ma'am. Yes! I think that's possible. And an American communist. On a $250 million luxury yacht. The ship is going under. This is really bad. This is really, really bad.